با نام و یاد خداوند مهربان و با عرض سلام و وقت بخیر خدمت مخاطبین محترم فرادرس، بنده سپیده سلجوقی هستم و بسیار مفتخرم در یکی دیگر از آموزش‌های فرادرس در خدمت شما هستیم. از شما دعوت می‌کنم در آموزش تاکتیک و استراتژی در شطرنج با ما همراه باشید. شطرنج هم علم، هم هنر، هم ورزش، یکی از زیباترین و جذابترین بازی هایی هست که از روزگاران کهن به ما رسیده و در دوران حاضر بسیار محبوب و پرطرفدار. عقیده کلی امروزه بر این هست که شطرنج ابتدا در هند اختراع شده، اما بعد از اینکه وارد ایران شده و در ایران گسترش و محبوبیت پیدا کرده و بعد از اون به اروپا رفته، تونسته به سرعت در بین مردم جهان محبوب بشه و یکی از سرگرمی های پرطرفدار دنیای امروزی باشه. پس پربیراه نیست که بگیم شطرنج ورزش ملی ایرانیان هست. در دوران حاضر هم شطرنج بازان کشورمون موفق شدند در سطح قهرمانی جهان خوش بدرخشند و نامهای مطرح زیادی رو داریم و حتی میگن که تاج و تخت قهرمانی آینده شطرنج دنیا مربوط به ایرانی ها هست. پس برای حسن شروع این آموزش فرادرس از شما دعوت میکنیم که با پیشینه شطرنج در ادبیات فارسی همراه ما باشید. همونطور که اشاره شد، سفیری از هند شطرنج رو به دربار ایران آورده. این نسخه خطی که می‌بینید مربوط هست به قرن 14 هجری. این تصویر مربوط هست به نبرد بزرگمهر و سفیر هند. تا چه بازی رخ نماید، بیدقی خواهیم راند. عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست. در شاهنامه بایسنقری هم که مربوط به قرن 9 هجری هست، به ماجرای آوردن شطرنج از هند به دربار ایران اشاره شده. چنین آگهی یافت شاه جهان ز گفتار بیدار کاراگهان، که آمد فرستاده شاه هند ابا پیل و چتر و سواران سند. شتربار بار است با او هزار، همی راه جوید بر شهریار. حتی در دیوان شمس هم به صحنه از بازی شمس تبریزی اشاره شده. بروید ای حریفان بکشید یار ما را، به من آورید آخر صنم گریز پا را. خب حالا که دیدیم شطرنج از قدیم الایام در بین ایرانیان رواج داشته و محبوب بوده و ما هم البته از علاقه‌مندان به این بازی و سرگرمی کهن و زیبا هستیم، بهتره که آموزش خودمون رو شروع کنیم و در مسیر طولانی و زیبای آموزش آکادمیک شطرنج با هم همراه باشیم. در ابتدا به معرفی صفحه و مهره‌های شطرنج می‌پردازیم. شطرنج یک بازی است که بین دو تا بازیکن برگزار میشه. هر کدوم از این طرفین تعدادی مهره دارن و روی یک صفحه مربع شکل 64 خانه‌ای انجام میشه. خانه ها همونطور که دارید میبینید یک درمیون تیره و روشن هستند. نحوه صحیح قرار گرفتن این صفحه به این شکل هست که هر کدوم از طرفین که پشت میز می نشینند، خانه‌ای که در سمت دست راست ما هست باید یک خانه روشن باشه، هم برای مهره سیاه و هم برای مهره سفید. خانه هم که در سمت دست چپ ما هست باید سیاه رنگ باشه. مهرهایی که در صفحه داریم 8 مهره هست که در ردیف اول و ردیف هشتم چیده میشه و به این مهره ها به اصطلاح میگیم سوارها. در ردیف دوم و در ردیف هفتم پیاده ها رو میچینیم. برای ثبت رسمی بازی شطرنج و اینکه بشه این بازی رو در سرتاسر دنیا علاقمندان دنبال کنند، از ثبت استفاده میکنیم. برای ثبت مهره ها با حرف اول کلمه انگلیسی نمایش داده میشن، شاه با پا، و امتیازی هم البته برای شاه در نظر نمیگیریم چون شاه مهمترین مهره در صفحه شطرنج هست. وزیر رو با کیو نمایش میدیم و 9 امتیاز یا معادل 9 پیاده در نظر میگیریم. رخ رو با آر نمایش میدیم و معادل با 5 پیاده. فیل رو با بی نمایش میدیم و معادل با 3 پیاده. اسب رو با ان نمایش میدیم و معادل با 3 پیاده. پیاده رو هم با پی نمایش میدیم. البته در هنگام ثبت بازی شطرنج معمولا پی نوشته نمیشه و هر جا در نگارش شما فقط اسم اون خونه رو دیدید کافیه بدونید که
منظور از این خونه که فقط اسمش نوشته شده این هست که در این خونه یک پیاده قرار گرفته. با حرکت مهره ها آشنا میشیم. مهره شا مجاز هست که یک خانه به اطراف حرکت کنه. این نکته رو در نظر داشته باشید. دوتا شاه در صفحه شطرنج نمیتونن بدون فاصله در کنار هم قرار بگیرن و حتما لازم هست که حداقل بینشون یک خونه فاصله باشه. مهره بعدی وزیر هست. وزیر همونطور که گفتیم پرقدرت ترین مهره هست و بیشترین دامنه حرکتی رو در صفحه شطرنج داره. میتونه حرکت های افقی، عمودی و قطری داشته باشه. تلفیقی از حرکت های رخ و فیل در واقع. مهره بعدی رخ هست. رخ میتونه افقی و عمودی حرکت کنه. به وزیر و رخ میگیم سوارهای سنگین. مهره بعدی فیل هست. فیل میتونه در قطرها حرکت کنه. هر کدوم از بازیکنهای سیاه و سفید دو تا فیل دارن. یک فیل در قطرهای سیاه رنگ حرکت میکنه و بهش میگیم فیل سیاه رو. یک فیل در قطرهای سفید رنگ حرکت میکنه و بهش میگیم فیل سفید رو. مهره بعدی اسب هست. حرکت اسب در واقع شبیه حرف ال انگلیسی هست. دو خانه مستقیم حرکت میکنه و در خانه کناری مستقر میشه. دقت کنید اگر خانه این که اسب درش در ابتدا ساکن بوده رنگ تیره داشته باشه، بعد از حرکت وارد یک خانه با رنگ روشن میشه، حالا و برعکسش. مهره آخر هم پیاده هست. پیاده مهره‌ایه که در حرکت اولش میتونه دو خانه به جلو حرکت کنه، اما از حرکت اول به بعد فقط یک خانه مجاز هست که به جلو حرکت کنه. در مورد اینکه مهره ها در چه خانه‌ای میتونن مستقر بشن دقت کنید. مهره ها میتونن در خانه مستقر بشن که اون خانه خالی باشه. اگر مهره خودی در اون خونه قرار داشته باشه ما نمیتونیم یه مهره دیگه از خودمون رو در اون خونه قرار بدیم، اما اگر مهره ای از مهره های حریف در اون خونه قرار داشته باشه طبق قوانین شطرنج ما میتونیم مهره رو بزنیم، مهره حریف رو از صفحه خارج کنیم و بعد مهره خودمون رو در مسیرش قرار بدیم. حالا اینجا برای پیاده یک استثناء وجود داره. زدن پیاده در مسیر حرکتش اتفاق نمیافته، بلکه میتونه به صورت یک خانه قطری مهره حریف رو بزنه و در جای اون قرار بگیره. خب با ثبت حرکت‌ها در شطرنج می‌خوایم آشنا بشیم. همونطور که گفته شد 64 خانه داریم. اینجا ما 8 تا ردیف داریم که بهشون عرض هم گفته میشه، عرض‌های 1 تا 8. 8 تا ستون داریم. ستون‌ها رو با حروف الفبای انگلیسی نمایش میدیم. اسم هر خانه از تقاطع نام ستون و ردیفی میاد که درش اون خونه رو به وجود میاره. مثلا اینجا خانه ای 4 هست، خانه ب 2 و یا خانه 38. مختصات کارتزیانی بهش گفته میشه. خب این هم یک شکلی از برگه ثبت مسابقات هست. در مسابقات رسمی به ویژه مسابقات استاندارد حتما لازم هست که هر دو بازیکن ثبت حرکات بازی رو انجام بدن، اسم خودشون رو بنویسن، دور و تاریخ بازی و میزی که بازی درش انجام شده نوشته بشه و در پایان بازی نتیجه توسط هر دو بازیکن سیاه و سفید و داور امضا بشه، که اگر بعد از بازی حالا هر گونه ادعایی توسط طرفین مطرح بشه به این برگه ثبت رجوع میشه و طبق اون تصمیم گیری توسط داورها انجام میشه. حالا که میخوایم در مسیر شطرنج حرفه‌ای گام برداریم، خوبه که با دورانهای مختلف شطرنج و بازیکنان پر قدرتی که بازی کردن و هر کدوم به این بازی چیزهای اضافه کردن آشنا بشیم. ما شطرنج بازهای برتر تاریخ رو میتونه بر اساس معیارهای مختلفی تقسیم بندی کنیم. بعضیا بر اساس مثلا ریتینگ تقسیم بندی رو انجام میدن، بعضیا بر اساس بازه زمانی که شطرنج باز فعال بوده این کار رو انجام میدن. ما اومدیم بر اساس تاریخ‌های زمانی شطرنج بازهای برتر تاریخ رو به 3 دسته شطرنج بازهای دوران رمانتیک، دوران جنگ سرد و دوران مدرن تقسیم کردیم. برای اینکه دید بهتری نسبت به قدرت این بازیکن‌ها نسبت به هم داشته باشیم، یک معیاری حالا تخمینی ریتینگ در نظر گرفته شده و اینها هم به صورت عدد و رقم در قسمت‌های بعدی این آموزش برای شما نمایش داده میشه. دوران رمانتیک الان که داریم تاریخ شطرنج رو مطالعه می‌کنیم،
این رو به عنوان هیجان انگیزترین دوران شطرنج میشناسیم. دورانی که مربوط هست به سبک رایج شطرنج از اواخر قرن 15 تا دهه 1880 میلادی. بیشتر بازی های این دوران مانورهای سریع و تاکتیکی بودند. دوران جنگ سرد رو به اون بازه زمانی اطلاق میکنیم که شطرنج بازهای شوروی قهرمان بی‌منازع جهان شطرنج بودند و این قهرمانی با پیروزی بابی فیشر در نبرد قرن به پایان میرسه. دوران مدرن رو هم از بعد از دوران جنگ سرد در نظر میگیریم تا اوایل سال 2000 شطرنج و اینها بیشتر حالا در حوزه تاریخ شطرنج مطالعه میشه. در این بخش از آموزش ها ما با شطرنج بازهای زیادی آشنا میشیم. برای اولین کسی که میخوایم با زندگی و بازیش آشنا بشیم دکتر امانوئل لاسکر رو در نظر گرفتیم. لاسکر متولد شهری هست که الان در جغرافیای سیاسی دنیای امروزی مربوط به لهستان هست، اما اون زمان مربوط به امپراتوری آلمان بود. لاسکر طولانی ترین قهرمانی شطرنج رو داره، 27 سال، یا اگر بخوایم دقیق تر بگیم 26 سال و 337. لاسکر رو به عنوان پدر روانشناسی شطرنج هم میشناسیم و بیشتر در بازیاش دنبال این بوده که یک جو روانی ناخوشایند برای حریفش ایجاد کنه. حتی حاضر بوده یه برتری کمی و کیفی هم بده ولی در نهایت برنده بازی بوده. اینجوریه که ما اگر امروزه بازی های لاسکر رو با نرم افزارهای کامپیوتری بررسی کنیم میبینیم که حتی در خیلی از مواقع یک وضعیت ناخوشایند هم داشته. لاسکر علاوه بر اون که در مسابقات شطرنج حضور فعال داشته، تحصیلات و مطالعه جدی در ریاضیات و به ویژه جبر داشته و میدونیم که دکترای ریاضی خودش رو هم دریافت کرده و یک دوستی طولانی و صمیمانه هم با اینشتین داشته. لاسکر جالب پس بدونید که چندین کتاب در زمینه فلسفه نوشته. یکی از مهمترین کارهایی که انجام داده قهرمانی در تورنمنتی هست که 1935 در مسکو اتفاق افتاده. لاسکر 66 سال داشته و این بازی ها رو بدون حتی یک باخت تونسته که پشت سر بگذاره و این رو بهش میگن یه معجزه زیستی. رکورد قهرمانی شطرنج 27 سالش تا امروز هم دست نخورده باقی مونده. البته بهتر هست که این رو هم در نظر داشته باشیم، در حال حاضر نسبت به دوران قدیم بازی های بسیار بیشتری برگزار میشه. قهرمان بعدی که میخوایم راجبش صحبت کنیم کاپابلانکا هست. یکی از بهترین بازیکنان تمام دوران و مهارت استثنایی در پایان بازی داشته. سرعت و دقت بالایی هم در بازی داشته. کاپابلانکا خودش میگه که شطرنج رو در 4 سالگی و با نگاه کردن به حرکت‌های پدرش یاد گرفته. به کاپابلانکا لقب ماشین شطرنج انسانی هم داده شده. جالب هست که بدونید زمانی که کاپابلانکا داشته سر زبان‌ها می‌افتاده و به سرعت مسیر ترقی رو طی می‌کرده، وزارت خارجه کوبا اون رو استخدام می‌کنه و بهش لقب سفیر سیار میده. اینجوری میشه که تمام سفرهای خارجیش رو تحت پوشش دیپلماتیک انجام میده و هزینه زندگیش رو، هزینه ماهانه رو کشورش بهش پرداخت می‌کرده که غیر از شطرنج هیچ دغدغه دیگه‌ای نداشته باشه. کاپابلانکا در آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی خیلی محبوب هست و همین چند وقت پیش یک خواننده شیلیایی به اسم هوگا یک ترانه شطرنجی هم به یادبود کاپابلانکا خونده. میتونید ترانه اوه کاپابلانکا رو سرچ کنید و حالا دانلود کنید و گوش بدید اگر علاقه‌مند هستید. قهرمان بعدی که میخوام راجبش صحبت کنیم که زندگی بسیار پرحرف و حریصی هم داشته آلخین هست. آلخین با اینکه در مسکو شوروی به دنیا اومده، اما بعد از انقلاب شوروی مجبور شده که از کشور خارج بشه چون در خطر اعدام بوده و به فرانسه میره و تابعیت فرانسه رو میپذیره. یکی از طولانی ترین مسابقات تاریخ ورزش جهان رو کاپابلانکا و آلخین برگزار میکنند، رقابت قهرمانی. در نتیجه در پایان این مسابقات آلخین با 6 برد 3 باخت و 15 تساوی کاپابلانکا رو شکست میده و صاحب عنوان قهرمانی میشه. این قهرمانی رو تا 1935 هم حفظ میکنه. بعد اون موقع در 1935 در مسابقه قهرمانی به ماکس اویبه هلندی میبازه، ولی دوباره 2 سال بعد در روی انتقامی عنوان قهرمانیش رو از اویبه پس میگیره. قهرمانی رو تا پایان عمرش هم حفظ میکنه.
پایان عمر آلخین هم با حرف و حدیث های زیادی همراه هست. در 1946 ماه مارس در هتلی در لیسبون پایتخت پرتغال مشغول آماده شدن و چیدن تدارک برای بازی قهرمانه بوده که پیکر بیجانش رو روی یک صندلی پشت یک میز شطرنج پیدا میکنن. بعضی ها هم میگن که تشکیلات روسی مسئول قتل آلخین هستن. روی سنگ آرامگاه آلخین نوشته شده آلخین نابغه شطرنج روسیه و فرانسه. یک جمله معروف از آلخین داریم: شطرنج به شما یاد میده که در زندگی هدفدار و واقع‌گرا باشید. شما فقط با درست شمردن و پذیرفتن اشتباهاتتونه که میتونید نقاط ضعفتون رو شناسایی کنید، برطرف کنید و در نهایت استاد خوبی بشید. چون ادامه این بازی ها و پوزیسیون هایی رو که میبینیم از علائم رسمی در سبت شطرنج استفاده میکنیم، خوب هست که یک مرور سریع روی این علائم هم داشته باشیم. قلعه کوچک یا قلعه جناح شاه رو با دو تا او با یه خط تیره بینشون نمایش میدیم. قلعه بزرگ یا قلعه جناح وزیر با سه تا او نمایش داده میشه. گرفتن مهره رو با یک ضرب در نمایش میدیم. کیش با یک به علاوه، مات با دو تا به علاوه یا علامت شارپ نمایش داده میشه. گرفتن در حال عبور یا همان آنپاسان رو هم با ای پی نمایش میدیم. توصیف حرکت ها رو با این علائم قراردادی نمایش میدیم. حرکت خوب با یک علامت تعجب، حرکت خیلی خوب با دو علامت تعجب، حرکت عالی، حرکت بد، حرکت خیلی بد، حرکت جالب و حرکت مشکوک، یا حالا بلاندر هم با اینها نمایش داده میشه. در آنالیز بازی از این علائم استفاده میشه. برای برد سفید اول به اضافه گذاشته میشه، برای برد سیاه به اضافه رو بعد از منها قرار میدیم. وقتی که برتری قاطع در بازی برای سفید اتفاق بیفته، برتری قاطع برای سیاه اتفاق بیفته، برتری مختصری برای سفید باشه یا برتری مختصری برای سیاه اتفاق بیفته. علائم مشخص کننده نتیجه بازی برای برد سفید، سیاه و توافق تساوی هم به این شکل هست. اصطلاحات پرکاربردی که در این آموزش زیاد با اونها مواجه خواهیم شد، کیش، مات و پات هستند. دقت کنید، کیش میشه تهدید شاه حریف. شاه باید از خودش رفع تهدید بکنه. حالا یا باید جابجا بشه یا مهره‌ای که تهدید کرده رو بزنیم و از صفحه خارج کنیم یا یک مهره مسیر کیش رو مسدود کنه. مات حالتی هست که شاه کیش شده و نمیتونه از خودش رفع تهدید انجام بده. پات هم حالتی هست که هیچ حرکت مجاز و قانونی بازیکن در صفحه نداره انجام بده. شاهش تهدید نشده اما با هیچ مهره دیگه یا با شاهش نمیتونه هیچ حرکت قانونی انجام بده و در اینجا بازی به تساوی میرسه. سوارهای سبک و سنگین در اسلایدهای قبلی هم بهشون اشاره شد. به رخ و وزیر میگیم سوارهای سنگین. این سوارها با کمک شاه میتونن به تنهایی مات رو در صفحه رقم بزنن. اما سوارهایی مثل اسب و فیل رو میگیم سوارهای سبک. اسب و فیل با شاه تنها امکان رقم زدن مات رو ندارن. یعنی شما اگر که در بازی یک طرف یک شاه داشته باشه و اون یکی طرف یه شاه یا یه اسب داشته باشه یا یک شاه و یه فیل داشته باشه، این بازی مساوی هست. دیگه امکان رقم زدن مات در این بازی وجود نداره. قلعه رفتن حالتی هست که معمولا در زمان گشایش اتفاق میفته و بازیکن شاه و رخش رو با هم در یک حرکت جابجا میکنه. شاه به جای امنی میره، پشت یک ساختار پیادگی امن. قلعه رو در دو طرف میتونیم داشته باشیم، در سمت شاه که بهش میگیم قلعه جناح شاه و در سمت وزیر که بهش میگیم قلعه جناح وزیر. دقت کنید، باید این شرایط حتما اتفاق بیفته. در قلعه رفتن شاه و رخ قبل از اینکه بخوان قلعه برن هیچ حرکتی نکرده باشن، بین شاه و رخ هیچ مهره قرار نگرفته باشه، مسیری که شاه قرار ازش حرکت کنه و جاش رو با رخ عوض کنه توسط هیچ مهره از حریف در مسیر کیش نباشه. حالا چجوری قلعه میریم؟ شاه رو دو خانه به سمت رخ میبریم و رخ رو برمیداریم کنار شاه میبریم. عرض، ستون، قطر و جناح رو قبلا بهش اشاره شد. اگر که صفحه شطرنج رو از بین شاه و وزیر به دو نیمه مساوی تقسیم کنیم، سمتی که قسمت شاه هست رو بهش میگیم جناح شاه
و سمتی که این قسمت وزیر میشه بهش میگیم جناح وزیر. در مورد قطر هم دقت داشته باشید که ما 8 قطر داریم، از قطری که یه دونه تک خانه هست تا قطر بزرگ صفحه که 8 خانه هست. و قطرها دقت کنید که خانه های هستن که یک رنگ دارن دیگه، یک سری قطرها سفید رنگ هستن یا یک سری قطرها هم سیاه رنگ هست. ترفیع پیاده اون وضعیتی هست که در انتهای بازی پیاده ما به عرض آخر میرسه، یعنی پیاده‌ای که مهره سفید داره بازی میکنه به عرض 8 میرسه، یا پیاده هایی که مهره سیاه داره بازی میکنه به عرض 1 میرسن. در عرض آخر ما نمیتونیم پیاده داشته باشیم، پیاده را باید از صفحه خارج کنیم بلافاصله. به محض اینکه پیاده ما به عرض آخر میرسه پیاده را باید از صفحه خارج کنیم، حتما اجباریه این، با یکی از سوارها به دلخواه خودمون جایگزین میکنیم. یعنی میتونیم اسب، فیل، رخ یا وزیر بذاریم. معمولا هم خب برای اینکه سریع نتیجه نهایی بازی مشخص بشه وزیر میذارن دیگه، پرقدرت ترین مهره هست. حالا در یه حالتهای خاصی هست که در این آموزش هم بعدن برای شما نمایش میدم، یعنی یه اسب میذارن ولی خیلی کم اتفاق میفته، معمولا بیشتر ترفیع پیاده با وزیر هست. حرکت نهایی هم که بخوایم بررسی کنیم آنپاسان هست، گرفتن پیاده در حین عبور، گفتیم که با ای پی نمایشش میدیم. اگر پیاده از عرض وسط بازی عبور کرده باشه و یک پیاده از حریف بخواد در اولین حرکتش دو خانه حرکت کنه، پیاده ما میتونه اون پیاده حریف رو از بازی خارج کنه و در جای اون مستقر بشه. مراحل سگانه بازی شطرنج شامل شروع بازی، وسط بازی و آخر بازی هست. شروع بازی یا گشایش اون حرکت های اولیه هست که هنوز هیچ زد و خوردی انجام نشده. میخوایم مرکز رو کنترل کنیم، سوارهامون رو گسترش بدیم و قلعه بریم که جای شامون امن باشه. در وسط بازی یه تعدادی از مهره از بازی خارج شدن، یه زد و خوردی انجام شده و در نهایت که بازی به مرحله آخری میرسه، شاه در آخر بازی خیلی نقشش مهم میشه، مثل یک سوار وارد بازی میشه و نتیجه بازی در آخر بازی قرار هست که رقم بخوره. ما اینجا یک مرور سریع داشتیم روی این اصطلاحات و چیزهایی که مربوط به مباحث مقدماتی بازی هست. پیشنهاد میکنم اگر که با این مباحثی که مطرح شد به طور آکادمیک آشنایی ندارید، آموزش شطرنج مقدماتی فرادست رو تهیه بفرمایید. در اون آموزش همه این موارد رو با تأکید بیشتر و با توضیحات بیشتر خدمت شما آموزش داده شده. مجموع آموزش های شطرنج فرادست رو اگر که بررسی کنید، آموزش های متفاوتی مربوط به بخش های مختلف بازی شطرنج در اختیار شما قرار گرفته و حتما توصیه می کنم که سری به این مجموع آموزش ها بزنید. خب یه زنگ تفریح شطرنجی هم خوبه که داشته باشیم. اینجا اسب به پیاده میگه که خودت رو با دیگران مقایسه نکن، برای هر کسی نقشی در نظر گرفته شده. شاید در مراحل اولیه بازی و در وسط بازی اسب از پیاده خیلی قوی تر باشه، اما اون پیاده است که در آخر بازی نتیجه بازی رو میتونه رقم بزنه. در ادامه معرفی قهرمانان شطرنج اینجا سری میزنیم به هری پیلزبری. پیلزبری تا 1892 فقط 4 سال شطرنج بازی کرده بود، اما به ناگهان شکوفا شد. در یک مسابقه 2-1 تونست اشتاینیتس رو ببره و به عنوان یک قهرمان نورسیده خودش رو معرفی کنه. در شهر نیویورک که بازی می کرد دیگه هیچ کسی یارای رقابت با پیلزبری رو نداشت و از 1895 تا 1905 با شطرنج بازهای بسیار نیرومندی در سرتاسر اروپا و جهان بازی کرد و تونست اونها را شکست بده، اما هیچ وقت شانس رویارویی بر سر قهرمانی جهان با لاسکر که اون زمان قهرمان جهان بود رو نداشت. شاید جالب باشه بدونید که پیلزبری یکی از جوانمردترین قهرمانان شطرنج دنیا هم هست. در 1906 و تنها وقتی که 33 سال داشت در اثر ابتدا به بیماری سیفلیس یا اون چیزی که اصطلاحا در ایران اون زمان بهش کوفت گفته می شده جانش رو از دست میده. قهرمان بعدی که می خواهیم باش آشنا بشیم گیزا ماروزی هست. ماروزی رو در منابع فارسی با شکلهای متفاوتی نوشتن. ماروتسی نوشتن، مارکوزی هم نوشتن، اما این رو من با منبع انگلیسی چک کردم و دقیقاً
ما رو زی نوشته بود. یه دونه حرف سی توی املای انگلیسی اسمش هست و حالا این باعث شده که افراد متفاوت که منابع متفاوتی رو ترجمه کردن از املاهای نگارشی فارسی متفاوتی استفاده کنن. اما این تلفظ صحیح اسمش ماروزی هست. ما یک پوزیسیون پیاده‌ای خیلی معروف در شطرنج هم داریم به نام خیمه ماروزی که حالا بعدا باش آشنا میشیم. ماروزی بین سالهای 1902 و 1908 در 13 تورنمنت شطرنج شرکت کرده و تونسته که جوایز اول زیادی رو هم کسب کنه. در 1906 میخواسته که با لاسکر بر سر قهرمانی جهان مسابقه بده، اما حالا یک سری مشکلات سیاسی اون زمان در کوبا که قرار بوده این مسابقه قهرمانی برگزار بشه اتفاق افتاده و این مسابقات هم لغو شده. ماروزی یک تعداد زیادی از تورنمنت های شطرنجی رو هم به عنوان برگزار کننده شرکت داشته و خودش هم برگزار کننده مسابقات بوده، هم در اون مسابقات شرکت کرد. قهرمان بعدی که میخوایم راجبش صحبت کنیم زیگبرت تاراش هست، یا در منابع فارسی سیگبرت هم نوشته شده. تاراش یکی از قوی ترین و تاثیرگذارترین شطرنج بازهای اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 بوده. در پزشکی هم تحصیل کرده و یک نویسنده برجسته هم بوده و البته خوب هست بدونید که ملیت آلمانی هم داشته. تاراش تونسته که اشتاینیتس رو که قهرمان وقت جهان بوده در یک رویارویی با 3 برد 1 تساوی بدون باخت شکست بده. اما مسابقه اصلی قهرمانی که در 1892 برگزار می شده را تاراش نتونسته شرکت کنه، چون که در مراحل پایانی تحصیلاتش در رشته پزشکی بوده. سالهای بعدی هم که قهرمانی در اختیار لاسکر بوده تاراش نتونسته که با لاسکر مسابقه بده. البته اینجا میگن که مشکل بیشتر از سمت لاسکر بوده و خیلی شرایط سختی برای رویاروی قهرمانی میذاشته. اون زمان این شکلی نبوده که مثل الان ناظر و برگزار کننده رویدادها فیده باشه و یک سری قوانین باشه که همه حالا به اون باور داشته باشن و اجرا کنن. شرایط مسابقه قهرمانی رو قهرمان حال حاضر جهان تنظیم میکرده و حالا یه سری بیشتر شرایط مادی برای برگزاری مسابقه میذاشته. خیلی ها نمیتونستن اون شرایط مادی مورد نظر قهرمان اون وقت جهان رو بپذیرن و اجرا کنن و برگزار نمیشده. لاسکر هر بار یک بهانه می آورده و از شرکت در مسابقه قهرمانی بین خودش و تاراش تفره میرفته. یک بیم ترس ناشناخته هم از باختن انگار داشته. یک خصومتی باعث میشه که بین این دوتا بازیکن به وجود بیاد. و جالب هست بدونید که یک بازی که در نهایت بین این دوتا انجام میشه و لقب خصمانه ترین مسابقه شطرنج تاریخ جهان رو هم داره، به خاطر این هست که این دوتا حاضر نشدن سر یک میز بنشینند و با هم بازی کنن. هر کدوم توی یک اتاق مجزا نشستن و بازی کردن. و معروف است که تاراش به لاسکر میگه که دکتر لاسکر، من هیچ حرفی ندارم با شما بزنم غیر از کیش و مات. در نهایت این مسابقه قهرمانی که این دوتا توی دوتا اتاق متفاوت نشستن و حرکتها رو داورها انجام میدادن، در سال 1908 این بازی برگزار میشه و در نهایت هم لاسکر خیلی سریعتر از اون چیزی که انتظار میرفته ازش در 5 دیدار اول با نتیجه 4-1 از تاراش پیش میفته و در نتیجه نهایی 16 دیدار رو میتونه با نتیجه 10.5-5.5 پیروز بشه و رکورد دست نخورده قهرمانی جهانش رو برای 27 سال حفظ کنه. با من در فصل دوم این آموزش مباحث پایه در بازی تاکتیکی همراه باشید. خب یک سری مباحث پایه رو در فصل قبل با هم بررسی کردیم که شامل محتوای در مورد صفحه، مهره ها و حرکت ها بود. یک سری نکات در مورد قوانین داوری لازم هست که بهشون در ابتدای این آموزش من اشاره کنم. دقت کنید در بازی ها و به ویژه حالا بازی های استاندارد که با زمان کافی برگزار میشه، لازم هست که ما حتما در زمان بازی ثبت حرکت ها رو انجام بدیم. اگر یکی از طرفین بازی این رو انجام نده، حریفش میتونه شاکی بشه، ساعت رو نگه داره، یعنی زمان بازی رو متوقف کنه، داور رو صدا بزنه و اعلام کنه که حریف من حرکات رو ثبت نمیکنه. داور در اینجا اون فردی که حرکات رو ثبت نمیکنه مجبور میکنه که در زمان خودش و حالا زمانی که ساعتش به کار افتاده و داره از زمانش کسر میشه، تمام حرکات های بازی رو ثبت کنه. پس این رو در خاطر داشته باشید.
یک موضوع دیگه این هست که موقعی که داریم حرکت میکنیم ممکنه که دستمون به مهره بخوره، یه مهره در صفحه بیفته، یا حالا مهره ها از جای اصلی خودشون جابجا بشن. برای اینکه ما بخوایم مهره رو مرتب کنیم، باید اول حتما دقت کنید که این کار فقط در زمان خودتون مجاز هست. قبلش حتما باید به حریف اعلام کنید واضح که میخوام مرتب کنم. باید حتما این رو بگید، وگرنه حریف میتونه ادعا کنه که شما دست به مهره کردید و باید حرکت بدید اون مهره رو. اعلام میکنید که میخوام مرتب کنم و بعد مهره رو مرتب میکنید. این دوتا نکته رو حتما در خاطر داشته باشید و حالا به ادامه مباحث اصلی خودمون میپردازیم. اول ببینیم که اصلا بازی تاکتیکی چی هست. میدونیم که اغلب اوقات بازی شطرنج یه سری حرکت‌های کاملا آرام و بی درد سر هست. هر کدوم از این بازیکن‌ها یه طرح و نقشه خودشون دارن و حالا طبق اون طرحی که دارن فعالیت میکنن. حالا نقشه هاشون ممکنه شامل این باشه که سوارهاشون رو در یک جناحی جمع کنن یا یک خطوط بازی رو روی صفحه در اختیار بگیرن، یا بعضی موقع یک ایده های عمیق‌تری ممکنه داشته باشن، مثلا بخوان در جناح شاه حمله کنن یا یک عملیات ترکیبی رو در جناح وزیر تدارک ببینن یا دنبال فعالاتی توی مرکز باشن. این برنامه ریزی ها رو ما عموما به عنوان استراتژی شطرنج میشناسیم. حالا تاکتیک ها مبارزه هایی هستند که توی اون هر کدوم از بازیکن ها تهدیدهایی رو علیه حریفشون ایجاد میکنن. واضحه که اگر که علیه ما توی بازی شطرنج یک تهدید ایجاد بشه، باید به اون تهدید جواب بدیم. حالا این تهدید میتونه کیش باشه یا میتونه یک مهره با ارزشتر ما توسط یک مهره کم ارزشتر از سمت حریف تهدید شده باشه. نمیتونیم این رو رها کنیم به حال خود. پس به تهدیدها باید همیشه یک جواب مناسب داده بشه. برخی از مواقع ما در بازی شاهد حرکت‌های تحمیلی هستیم. حرکت‌های تحمیلی اونهایی هستن که حریف در انتخاب یه حرکت پاسخ مناسب یا محدودیت داره یا اصلا نمیتونه پاسخ مناسبی پیدا کنه. بدجوری گیر افتاده که در اینجا به اصطلاح بهش میگیم وارد یک شاخه اجباری شده. برخی از مواقع ما شاهد قربانی هستیم. قربانی ها معمولا با هدف بهبود وضعیت، حالا یا مات هست یا اینکه متریال جلو بیافتیم، و با هدف این هستن که بازیکن ابتکار عمل رو توی بازی دست خودش بگیره. یک سری دیگه از چیزهایی که ما در بازی‌های تاکتیکی شاهدش خواهیم بود ترکیب هست. ترکیب یک شاخه اجباری میشه که معمولاً با دادن قربانی هم همراه هست. و حالا هدف از ترکیب این هست که حالا یا برتری پوزیسیونی دریافت کنه یا اینکه اصلاً به یک مات زود هنگام دسترسی پیدا کنه. و نکته خیلی مهم دیگه‌ای که لازم هست بهش اشاره بشه زمان هست. توی شطرنج معمولا زمان یه مقیاسی است از تعداد حرکت‌هایی که به اصطلاح بهش میگیم تمپ. حالا اسم جمعش هم تمپو هست که یک لغت ایتالیایی هست. وقتی که حریف ما توی بازی هیچ عمل مثبتی انجام نده یا خود ما وقت رو هدر بدیم با یه مهره چند بار پشت سر هم حرکت کنیم، این باعث میشه که ما عقب بیافتیم از نظر زمانی، وقتمون هدر داده بشه. حالا اگر ما بتونیم در بازی شرایطی رو به وجود بیاریم که حریفمون رو مجبور کنیم تا حرکت‌های بی‌فایده‌ای در مقابل تهدیدهای ما انجام بده، اون وقت ما اومدیم تهدیدهایی درست کردیم که زمان داره برای ما کسب می‌کنه. به این حرکت‌ها حرکت‌های با کسب زمان گفته میشه. خب ببینیم بازی تاکتیکی اصلاً چی هست؟ یک جمله معروف از تیخمان ذکر میشه که میگه 99% بازی شطرنج تاکتیکه. دقت کنید که یکی از ارکان اصلی پیشرفت ما توی شطرنج تمرین های تاکتیکیه. این تمرین ها باعث میشه که سرعت پیشرفت ما توی بازی خیلی افزایش چشمگیری داشته باشه. بنابراین مطالعه کتاب هایی که مربوط به تمرین های تاکتیکی هست رو فراموش نکنید. یا حالا اگر از افرادی هستید که به کار با نرم افزارها و برنامه های کامپیوتری و برنامه هایی که روی گوشی نصب کردید علاقه دارید، حتما دقت کنید که تمرین ها و پازل های تاکتیکی رو مد نظرتون داشته باشید. اصلا یک جمله معروف هست، میگن که تا زمانی که به حدود ریتینگ 2200 فیده هم نزدیک نشدین، اصلا بهتره که کلن وقتتون رو صرف مطالعه تاکتیکا بکنید. خب با
با بازی تاکتیکی بیشتر آشنا بشین. دقت کنید که تاکتیک ها فقط برای گرفتن سوار یا مات کردن شاه نیستن و بیشتر برتری های پوزیسیونی بلند مدت که توی بازی به وجود میاد در اثر استفاده مناسب از تاکتیک هاست. خوبه که 30 دقیقه در روز لااقل برای یاد گرفتن تاکتیک ها زمان کنار بگذاریم و این باعث میشه که مهارت های ما توی بازی شطرنج ارتقا پیدا کنه. آموزش تاکتیک ها بر پایه فعالیت و حل کردن مسائل شطرنجیه. تکرار خیلی مهمه و این مرحله نکته مهمش این هست که این مسائل رو باید تکرار کنید و الگوهای تاکتیکی زیادی رو ببینید که اینها ملکه ذهنتون بشه. وقتی که 100 تا 200 تا مسئله مثلا مثل مات تک حرکتی یا مات عرض آخر یا قربانی تختی مسیر رو حل کنیم، این احتمال رو توی بازی‌های خودمون هم به سرعت میتونیم شناسایی کنیم و اینجوریه که تاکتیک و حل مسئله های تاکتیکی باعث پیشرفت بازی ما میشه. خب از حل معماها و پازل های تاکتیکی صحبت بیمون اومد، ببینیم که اصلا چه معماهای خوب هست که حل بشه. دقت کنید باید به دنبال ترتیب موضوعی باشیم. خب حالا معمولا یا ترتیب موضوعی پیشنهاد میشه یا ترتیب بر اساس افزایش سطح دشواری و معما و پازل ها. لازم هست که دقت داشته باشید سختی و دشواری مسئله‌ای که قرار حل کنیم متناسب باشه. اگر این مسئله و معماهایی که قرار حل کنیم خیلی ساده باشن یا خیلی دشوار، باعث دلسردی میشن و دیگه اون تمرین‌های تاکتیکی که لازم هست ما به طور پیوسته داشته باشیم رو کنار می‌گذاریم. خب یک پیشنهاد خوب برای اینکه حل تاکتیک‌ها رو به یک عادت تبدیل کنیم اینه که حالا هر کدوم از این دوتا راه رو که برای خودتون مناسب تر هست در نظر بگیرید. روزی 1 ساعت حل تمرین های تاکتیکی یا حل 100 تا مسئله تاکتیکی در روز. هر کدوم که کوتاه تر باشه یا با زمان شما مناسب تر باشه میتونید این رو در برنامه خودتون در نظر بگیرید. پس سعی کنید که حل مسئله های تاکتیکی رو و یادگیری تاکتیک ها رو با یک عادت تغییر ناپذیر روزانه تبدیل کنید. کلید موفقیت در مسئله های تاکتیکی اینه که مطالعه تاکتیک ها نه تنها یکی از بهترین روش های ارتقاء مهارت شطرنج ما هست، بلکه اصلا آسان ترین روش یادگیری هم هست. ثبات و سخت کوشی کلید موفقیت ما در این مسیره. خب ببینیم که اصلا تاکتیک و استراتژی چی هستن و حالا اینها خیلی از مواقع در کنار هم یا به جای هم استفاده میشن. بهتره که با تعریف دقیق شطرنجیشون آشنا بشیم. به مجموعه طرح‌های هدفدار توی بازی میگیم استراتژی. حالا ابزار اجرای این استراتژی ها تاکتیک هستش. استراتژی در واقع میگه برای رسیدن به هدفمون باید چه کاری انجام بدیم و تاکتیک به ما میگه که برای اجرای اون طرح باید چگونه عمل کنیم. هر دست از موضوعهای تاکتیکی که دارای خصوصیات مشترکی هستن به عنوان موضوعهای نمونه تاکتیکی یا الگو شناخته میشن. حالا با اینها در بخشهای بعدی بیشتر آشنا میشیم. خب در ادامه معرفی قهرمانان دوران رمانتیک شطرنج نوبت به اشتاینیتس میرسه. اشتاینیتس نخستین قهرمان تاریخ شطرنج جهان هست. در سال 1886 میلادی و در سن 50 سالگی با شکست یوهان زوکرتوت به عنوان نخستین قهرمان رسمی تاریخ شطرنج لقب گرفت. از این قهرمانیش در سالهای 1889، 1891 و 1892 هم مقابل افرادی مثل چیگورین و گونسبرگ دفاع کرد، اما سرانجام قهرمانیش رو در 1894 به لاسکر واگذار کرده. اشتاینیتس رو از مهمترین نظری پردازان و نویسندگان شطرنجی میشناسیم و در واقع پایه‌گذار شطرنج پوزیسیونی و علمی اشتاینیتس هست. با مورفی میخوایم آشنا بشیم. مورفی رو حالا اسمش رو به شکل‌های متفاوتی در منابع فارسی نوشتن. پل مورفی یا پاول مورفی هم بعضی جاها نوشتن. مورفی رو ما بهترین شطرنج باز یا قهرمان غیر رسمی جهان
بین سالهای 1858 تا 1862 میشناسیم. مورفی از یک خانواده ثروتمند بوده و بعد از اینکه در 1857 قهرمان آمریکا میشه، تصمیم میگیره که بره اروپا و اونجا هم با شطرنج بازهای مطرح جهان به ویژه استانتون رقابت کنه و اونجا هم حالا زورآزمایی کنه دیگه. استانتون موافقت مکاتبه خودش رو با برگزاری مسابقه اعلام میکنه، اما بعد از اینکه مورفی به انگلیس میره، حالا ترس از شکست داشته یا هر چیزی، بارها با بهانه‌های مختلف از رقابت با مورفی تفره میره. بنابراین مورفی بعد از اینکه میبینه نمیتونه با استانتون رقابت کنه، با استادهای مطرح دیگه در انگلیس مثل برد و لوونتال مسابقه میده و اونها رو هم شکست میده. بعدن راهی فرانسه میشه. اینجا هست که در پاریس دچار یک بیماری سخت میشه و این بیماری چنان سلامتیش رو تحت شعاع قرار میده که میگن مورفی از شدت ضعف اصلا نمیتونسته بدون کمک دیگران سر پا بایسته. اما در همین وضعیت جسمانی بوده که آدولف اندرسن نیرومندترین شطرنج باز وقت جهان رو با نتیجه باورنکردنی 4